بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. در پی طوفان استوایی ترامی، مقام های فیلیپین از نزدیک به 130 کشته و مفقود خبر دادند. بیش از 5 میلیون نفر تحت تأثیر قرار گرفتند و نزدیک به 9 میلیون نفر در 6300 سرپناه اضطراری اسکان یافتند، اما بسیاری همچنان بدون کمک باقی ماندند. در حمله انتحاری به یک یگان امنیتی در شهر میرعلی ایالت خیبر پختونخوای پاکستان، 8 نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. فرد انتحاری مواد انفجاری را در یک سه‌چرخ جاسازی کرده بود. همچنین روز پیش از این حادثه 10 پلیس پاکستانی در حمله نزدیک مرز افغانستان کشته شدند. نیروهای دولتی هند اعضای یک گروه رازگرای افراطی را که به مسجدی در منطقه براهات اوتارکاشی سنگ می‌انداختند دستگیر کردند. این گروه خواستار تخریب مسجدی بودند که آن را غیرقانونی می‌دانستند، اما مقام‌ها تأیید کردند که مسجد در زمین متعلق به مسلمانان ساخته شده است. کشورهای مشترک المنافع در اجلاس ساموا اولین بیانیه اقیانوسی خود را برای محافظت از اقیانوس‌ها در برابر تغییرات آب و هوایی و آلودگی تصویب کردند. این اعلامیه شامل شناسایی مرزهای دریایی، حفاظت از 30% اقیانوس‌ها و احیای اکوسیستم‌های تخریب شده تا سال 2030 می‌باشد. بارش‌های نادر در صحرای جنوب شرقی مراکش باعث ایجاد دریاچه‌ها و برکه‌ها شده و این پدیده به ویژه در منطقه توریستی مروزگاه توجه گردشگران را به خود جلب کرده است. با وجود این بارندگی‌ها، کارشناسان تأکید دارند که برای بهبود وضعیت منابع آبی بارش مداوم ضروری است. مردم ترکیه شیء نورانی را در آسمان شهرهای هاتای و آدانا مشاهده کردند که برخی آن را شهاب سنگ توصیف کردند. شهروندان تصاویری از این پدیده ثبت و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، اما هنوز مقامات رسمی اظهار نظری درباره آن نکردند. ممنوعیت ازدواج بین پسرعمو و دخترعمو در دانمارک و سوئد واکنش‌های منفی به ویژه در میان جوامع خارجی برانگیخته است. این تصمیم با استناد به گزارش‌های افزایش معلولیت‌های جسمی اتخاذ شده، اما منتقدان معتقدند سایر عوامل ژنتیکی نیز ممکن است در این موضوع نقش داشته باشند. یک چهره دانشگاهی در مشهد خواستار سپردن پروژه فولاد سبز به اساتید و محققان داخلی شد و هشدار داد که واگذاری این پروژه به کشورهای خارجی هزینه‌های بالایی در پی خواهد داشت. وی تأکید کرد که کشورهای صنعتی نظیر آلمان و چین سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در تولید دانش و فناوری فولاد سبز دارند و افزود که اعتماد به توانایی‌های داخلی می‌تواند به صرفه‌جویی اقتصادی و توسعه علمی کشور کمک کند. بر اساس گزارش فاینانشال تایمز، ایران در زمینه جراحی‌های زیبایی از رتبه 18 در سال 2016 به رتبه 13 در سال 2022 صعود کرده است. تعداد مراجعه کنندگان و سن متقاضیان این جراحی‌ها نیز کاهش یافته و جراحی‌هایی مانند لیفت پوست و جراحی بینی از جمله پرتقاضاها هستند. همچنین تقاضا برای خدمات زیبایی در حوزه دندانپزشکی نیز افزایش یافته است. داروی اوزمپیک به تقلید از هورمون طبیعی GLP-1 کمک می کند تا قند خون کاهش یابد و احساس سیری افزایش یابد. این دارو به دلیل تأثیرات مثبتش در کاهش وزن مورد توجه قرار گرفته و مطالعات نشان دادند که برخی غذاها می توانند اثرات آن را تقلید کنند. غذاهای غنی از فیبر و پروتئین مانند سبزیجات و حبوبات به ترشح GLP-1 کمک می کند.